مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می نماید. سوره سجده. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. الف لام میم. نازل شدن این کتاب که در آن تردیدی نیست از جانب پروردگار جهانیان است. آیا میگویند دروغی است که پیامبر بافته است؟ نه، قرآن حق است و از جانب پروردگارت آمده تا مردمی را که قبل از تو هیچ هشدار دهنده‌ای نداشتند نسبت به دستاوردشان هشدار دهی، شاید به راه نجات هدایت شوند. الله کسی است که آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست را در 6 روز خلق کرد، سپس به عرش پرداخت. بدانید که به غیر از او هیچ تکیه‌گاه و هیچ شفیعی ندارید. آیا هنوز هم پند نمی‌گیرید؟ امر آفرینش از آسمان‌ها تا زمین را تدبیر می‌کند، سپس در روزی که به مقدار 1000 سال شماست به سوی او عروج می کند. او دانای نهان و آشکار است. او قدرتمند با رحمت است. کسی است که هر چیزی را به بهترین وجه ممکن خلق کرد و آفرینش انسان را از گل آغاز نمود، سپس بقای نسل او را در عصاره آبی بی مقدار قرار داد. بعد قامت او را موزون کرد و از روح خود در او دمید و برای شما گوش و چشم و دل آفرید. شکر گذاریتان چه اندک است. و گفتند آیا هنگامی که در خاک ناپدید شویم دوباره آفرینشی جدید خواهیم یافت؟ نه، آنها به دیدار پروردگارشان کافرند. بگو فرشته مرگ که بر شما مأمور شده است شما را می‌میراند و سرانجام به سوی پروردگارتان بازگردانده می‌شوید. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا موقنون. اگر مجرمان را ببینی که سرفکنده نزد پروردگارشان هستند و میگویند پروردگارا ما حقایق را دیدیم و شنیدیم، اکنون ما را بازگردان تا عملکرد خوب و شایسته داشته باشیم، ما به یقین همه چیز را دریافتیم. اگر صلاح میدانستیم هدایت هر کسی را عطایش میکردیم، اما وعده من که گفتم جهنم را از همه جنیان و مردم پر می کنم حق است. به خاطر فراموش کردن دیدار چنین روزی بچشید عذاب الهی را. امروز ما نیز شما را فراموش می کنیم. به خاطر عمل کردتان بچشید عذاب جاودان را.
فقط کسانی به آیات ما ایمان دارند که وقتی به آن یادآور می شوند به سجده می افتند و به حکم ستایش پروردگارشان را تسبیح می گویند و تکبر نمی ورزند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. آنها در دل شب از بسترهای خواب برمیخیزند و از خوف قهر الهی و طمع به رحمتش پروردگارشان را میخوانند. ربنا و همواره از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز بهره‌مند می‌سازند. هیچ کس نمی‌داند برای آنها چه پاداش مهمی که مایه روشنی چشم است نهفته شده. به واقع این پاداش عملکردشان است. آیا کسی که به حقیقت ایمان دارد همانند انسان زشت کردار است؟ هرگز مساوی نیستند. اما کسانی که ایمان آورده و عملکردی نیک و پسندیده دارند به پاس عملکردشان جایگاهی در بهشت خواهند داشت. اما کسانی که اعمال زشت و پلید مرتکب شدند جایگاهشان آتش است. هرگاه بخواهند از آن خارج شوند دوباره با آن بازگردانده می شوند و به آنها گفته می شود بچشید عذاب آتشی را که روزی انکارش می کردید. قبل از عذاب بزرگتر عذاب دنیوی را به آنها می چشانید، شاید از انحراف بازگردند. چه کسی ظالمتر از کسی است که به آیات پروردگارش متذکر شود آنگاه از آن روی بگرداند؟ بدانید ما از مجرمان انتقام میگیریم. ما به موسی کتاب عطا کردیم، پس در مورد دیدارش در تردید مباش و او را مایه هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم. از میان آنها پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما مردم را هدایت میکردند و این به پاس شکیبایی و یقینی بود که به آیات ما داشتند. قطعاً پروردگار تو در روز قیامت میان آنها در آنچه که مورد اختلافشان بوده قضاوت خواهد کرد. آیا نسل‌های زیادی را که پیش از این هلاک کردیم و اکنون اینان در خانه‌هایشان راه می‌روند مایه هدایتشان نشده است؟ در این نکته عبرت‌هایی است. چرا گوش شنوا ندارند؟ آیا نمی بینند که ما آب را به سوی زمین های خشک و بایر جاری می کنیم تا از آن کشتی برویانیم که آنها و چهار پایانشان از آن بخورند؟ چرا این حقایق را نمی بینند؟ و می گویند اگر راست می گویید چه وقت پیروزی الهی فرا می رسد؟ بگو در روز پیروزی ایمان آوردن کافران ثمری نخواهد داشت، زیرا به آنها مهلت داده نمی شود. از آنها روی بگردان و منتظر باش. آنها نیز منتظرند. فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. صدق الله العلی العظیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.